ببین الان آیدینیم و محمد جان فعال میکنیم، این علامت میاد، بعد سرعت که به 5 برسه وایسی خودش خاموش میشه، علامه موتور روشنه، دستان نمیبینی لرزش، الان خاموش. ایوه. مثلا یکی از چیزایی که این موتور داره نسبت به آیدیلینک آیدیلینکیه که داره آیدیلینکه چیه؟ آیدیلینک. آره این مثلا تو وقتی که موتور گرم میشه دماش به 60 درجه میشه یه ذره. آره دما که بره بالا وقتی که وای میسی شروع میکنی دوباره به حرکت کردن خود موتور روشن میشه. آره استارت استاپیه که توی ماشین هست. آقا لوکیشن اون رو تو رو خدا ندوزینا بیاید ما رو پیدا کنید. بیوره ره بیبی حتی این همون پولا هست که ویدیوشو گذاشتم. دلیل داشتم این ویدیو رو گذاشتم به خاطر اینکه ببینید میشه با حتی اول چیزا کار ورد جلو. این هم که تونل معروف تهران تونل توریده وقتی ابتدا شد مردم میلولیدن اینجا گرد. موتور نسبت به های کلیکی که قبلا من سوار شدم یا تره کلیک هایی که سوار شدم واقعا استخوندارتره، یعنی اون هوندا رو قشنگ توی جون این موتور میشه احساس کرد. ببینید همیشه این داداشم هم که عقب نشسته اینو به من یاد داده که هر موقع میخواین سوار موتور یا ماشینشین همیشه ترمزا رو اول چک بکنید، یه موقع نریم پاتی بابالی ها. بعدم این که آره من قدقا خیلی به من زیاد داده جلو خودش دارم میگم پوششم گفتم. بعدم این که خیلی نسبت به های کلیک هم ترمزا با صلابت تره، هم این که خیلی مطمئن تر ترمزی اتفاق میفته نسبت به مثلا های کلیک. آره اون استخوندار بودنه خیلی احساس میکنی مثلا موتور مثلا 50 کیلو وزنش. آره دقیقا این اصلا انگار چسبیده به آسفالت، چسبیده به جاده، خیلی نرم و راحته. بعد یه موضوع دیگه هم که توی اسکوترها، حالا اگه من اشتباه میگم از این درستش کن، اسکوترها راه افتادنه خیلی مهمه که با سرعت یه مقدار تونتر راه بیفتی، با زور بیشتر راه بیفتی که به سیستم انتقال قدرت آسیب وارد نشه. درست میگم اینو؟ آره یه ذره پر گاز سر که راه بیفتی اون ساچمه ها سریعتر بازی که میچسبه یه دیرتر خورده میشه. اینو حتما در نظر داشته باشی که تو طولانی مدت هزینه ها هم کاهش پیدا بکنه. محمد این نسبت به نیروی زحمتکش انتظامی، آره این نسبت به ویب مصرفش چطوریه؟ نسبت به ویبایی که بود اوندا ویبا والا نسبت به ویب ویب همه یه جوری احساس میکنم خیلی مثلا صورتش چیزش مصرفش کمه ولی مصرفش اونقدم کم نیست. کلا موتوری که کلاکش اوتوماتیک گاز میدی را میفته یه مقدار اولش اطلاف انرژی و بنزین داره تا اون موتور را بیفته مثل ماشین هم اوتوماتیکه. تقریبا میشه گفت به نظر من
سوار شدم بکنم کلیک انگار بهتره مثلا چون که روستره بعد انجکتوره اونا کاربرات درسته ویل انجکتور نداد تو بازار یه مدل جدید نداد تو بازار جدید باشه انجکتور ها ولی اونم به نظر من باید این درسته به نظر من ها خیلی بهتره دنده داره دنده های به این هم اغلب سفته نمیم بچه هایی برم میبینن سوار شده باشم این اغلب سفته دنده ها زیر پای احساس خوبی نداری بعد یه اغلب تو رانندگی زمان ضربه میشه که حواست ضربه میشه که دنده ها رو عوض کنی حواست باشه اینا ولی این هم دیگه راحته همه کارات رو با گاز انجام خودش همه کارات رو انجام باید گاز رو کم و زیاد کنی بعد یه چی موضوع دیگه این که چرا این توی هوندای ژاپن طراحی نشد یا هوندا طراحی شده بازار تایلند و اندونزی داده تو بازار کلا خب اینا چیه دیگه من جان اینا این موتورا چون برش تو شرق آسیا کشورای مثل اندونزی مالزی یا همین تایلند که زن و مرد و بچه همه سوار موتور میشن خب به خاطر همین در درصد زیر نظر خود هوندای ژاپن بوده در رایش یعنی اوکی اونا دارد تو اصلا برند هوندا من میونه کلمه تو خود سایت هوندا موتور ژاپن هم دیدم ها این موتور رو آره طراحی که 100% اونه یعنی مثلا مثل قدیم مثلا هوندا تیتان بود فور جی ای بود مثلا تو خود ژاپن نبود یا مثلا نمیدونم سی جی ال تو چین بود چینی بود یه سری هوندا ها مال تو مالزی ها اینا هم بود یه هوندای مال تایلند که سایت هوندای تایلند طراحی شده و ساخته شده اگر نه این نیست که زیر برند مجموعه هوندا نباشه مثلا شولت هم تو چین هوندا تولید میکنه ولی این برند مادر روش نظارت داره شولت ولی خب تو چین تولید سیم پسرش تو چین مثل گوشی اپل امریکا اونم مثلا تو چین داره تولید حالا اونایی که کلیپ دارن خیلی قشنگ موضوع متوجه هن یعنی الان مثلا این دست اندازهایی که ما داشتیم رد میکردیم اگه های کلیک بود قشنگ صدای قابلمه میداد اگر هر روی این دست اندازه رد میشدیم ولی این لامصب ماشاءاللهش باشه خیلی خوب با سلامت‌تر حتی نسبت به واریو هم که من سوار شدم این باز یه مقدار سلابته رو داره اون استخوندار بودنه رو نسبت به واریو جونش خیلی بیشتره نه که واریو بد باشه نه ولی این خیلی بهتر از واریوه به نظر من از نظر سر و صدا و ترمزگیری و اینجور مسائل ترمزم که میگیرین اگر ترمز عقب رو بگیریم 30% جلو هم درگیر میشه درسته؟ جلو میگن 30-35% آره پس حواستون باشه یا محکم ترمز نگیرید که خدای نکرده لیز نکنید چون هم لاستیکا خیلی باریکه همه میگه توی جو اگر حرکت میکنید خیلی حواستون باشه که یه موقع خدای نکرده زمین نخورید فلاپا هم ماشاءالله هزار ماشاءالله جان دیدم اضافه کنم این موتور گرونتر از موتور اندونزی هم هستش یعنی از واریو هم کلا گرونتر چرا چون مثلا حتما متریالش آره متریال که 100% آره. تفاوت داره من ترمزای واریا هم سوار شدم خیلی ضعیف تر از اینه فوقش هم یه مقدار ضعیف تره یه سری سنسور دیگه هم توش به نظرم ضعیف تر باشه من یه دقیقه فقط اینجا نمازم با اجازهت بزنم جک مثلا دور موتورم بچرخم یه سری مسائل کوچولو رو هم بگم و دیگه مزاحمتون نشم راهنما میتسوبا آره آره همه؟ آره میتسوبا ژاپن آره؟ ژاپن که نیست ولی برند میتسوبا ترمزا نیسین خاموش کنیم که ببین اون مینه ژاپن روش حق نشده ولی میتسوبا کلا برند ژاپنیه یا ترمزا مثلا نیسینه حالا شاید همون نیسینه توی تایلند ساخته بشه ولی باز اینم تحت نظر کمپانی مادره دیگه الان آیدی لینک کار میکنه بزنیم
آره آیدی نیمکه بزن بیدیم. آیدی نیمکه راه نیفتاد. اینا حتما باید نشون بدم خیلی کر است. با ماسته بسن اش میکنه حالا. من یه این محمد که رفیقم که دیدینش، اصلا من موتور سواری رو با این رفیقم یاد که خب قبلترش بلد بودم، ولی خب آره دیگه جوری میشه گفت یاد گرفتن. آره محمد بهم یاد داد دیگه، هرچی هم موتور بوده خیلی اطلاعات بهم میده، خیلی کمکم میکنه تو این زمینه. یه جوری موتور رو این داد دستم، یعنی این که میگم چون رفیقم انقدر راحت صحبت میکنم، موتور رو داد دستم، خیلی هم هوامو داره. همه شما باید یه همچون رفیقی رو داشته باشین، برعکس رفیقایی که میان و یه سری حرفا رو پشت آدم میزنن، تو روی آدم یه چیز دیگه میان. من منتظرم بیاد الان دارم حرف میزنم، امیدوارم شما خسته نشید. رخش خودم هم اونه، حالا یه روزم با اون ویدیو میگیرم. الان آیدینیم و محمد جان فعال میکنیم، این علامت میاد، بعد سرعت که به 5 برسه وایسی خودش خاموش میشه. الان موتور روشنه، دست هم نمیبینی لرزش، الان خاموش. ایوالله. حالا دوباره ببین صدا هم نمیاد دیگه، امیدوارم فقط صدای درست بیفته. الان پمپ هم داره کار میکنه. خب بعد حالت چشمک میزنه که یعنی آیدینیم روشنه، شما نمیخواد استارت بزنی، شما با گاز موتور روشن شده. ایوالله. دوباره وایسی خاموش میشه. دستت درد نکنه داداش، انشالله که هم شما هم همه کسایی که دارن این ویدیو رو میبینن همیشه سالم و سلامت و زیر سایه امیرالمومنین باشین. دمتون گرم. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نشه که تنها راه حمایت از ماست. دوستتون دارم. یا علی مدد، خدافظ.